ایلون ماسک این پنج رمز ارز رو متصل میکنه به شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق این مطلبی بود که آلتکوین دیلی در موردش صحبت کرد میریم میبینیم این رمز ارزهایی که مد نظر ایلون ماسک و آلتکوین دیلی هست که فکر میکنه این کار رو انجام بده چه رمز ارزهایی هست در قسمت دوم ویدیو میریم نگاه میکنیم به مطلبی که ویرچوال بیکن دنیس فامو به اشتراک گذاشت در مورد 5 تا آلت کوین 5 تا کریپتویی که میگه میفروشمشون در اینجای بازار و دلایل خودش رو هم بیان میکنه در قسمت سوم نگاه میکنیم به تحلیل بیت کوین از زبان دن و سناریویی که توی بازار مطرح میکنه تا اینکه ETF بیت کوینی بخواد تایید بشه اگر این محتوا رو میپسندید با من همراه باشید شروع بر شما وقتتون بخیر با یک کلاس اخبار روزانه بازار رمزارزهای دیگه در خدمتتون هستم چند روزی هست که خبر ایلون ماسک و اینکه قرار هستش که کریپتو پیمنت رو در شبکه اجتماعی ایکس فعال بکنه نقل محافل شده و دارن در مورد این صحبت میکنن حالا آلت کوین دیلی اومده یک مطلبی رو با ما به اشتراک گذاشته که بیان میکنه این رمز ارزها چه رمزارزهایی میتونن باشن پنج تا آلت کوین رو بیان میکنه در واقع 5 تا کریپتو رو بیان میکنه که میگیم 5 تا رمز ارز 5 تا کریپتو کوین می توانند اینها باشند میگه قطعا ریپل نیست میگه قطعا شیبان نیست قطعا کسبا هم نیست اما دوج کوین اولیشه میگه با توجه به علاقه ای که دوج کوین ایلون ماسک به دوج داره و خیلی در موردش صحبت کرد توی سیکل قبلی دیدیم که پامپش کرد خبر براش درست کرد تا 50 سنت دوچ کوین رو آورد بالا اما الان یه در موردش صحبت نمیکنه به دلیل لاسوت و اون دادگاهی که داره و شرایطش خیلی الان مناسب نیست که بخواد راجع به این رمز ارز دیگه صحبت دیگه ای داشته باشه کریپتوی بعدی که بهش اشاره میکنه میگه قطعا چیزی نیست به جز بیت کوین حالا ما بیت کوین رو میتونیم روی بحث لایتنینگ و اینها ببینیم که احتمال داره بخواد از طریق لایتنینگ این کار رو انجام بده و اینتگریت بکنه با شبکه اجتماعی X پروژه بعدی که پروژه سوم هست بهش اشاره میکنه میگه اتریومه میگه اتریوم میاد و دلیلش هم اینه که میگه استیبل کوین ما نیاز داریم پس یک راه حل لایی یکی باید داشته باشیم میگه میتونه اتریوم باشه یا سولانا باشه یا کاردانو باشه یک راه حل لایی یکی میگه ما اینجا نیاز داریم و در کنار اون میگه ما یک راه حل لایه دویی هم نیاز داریم که کنار اتریوم برای ما کار بکنه و برای کار کردن همه این دیتا ها با هم این پروژه ها با هم ما نیاز به یک اوراکل داریم نیاز داریم که یک اوراکلی داشته باشیم که بخواد ارتباط دنیای بلاک چین و دنیای واقعی رو برقرار کنه پس چین لینک رو هم آنبورد میکنه و میاره که بخواد ازش استفاده بکنه و اتریوم و هزینه گسش باعث میشه که ما اینجا بتونیم یک راه حل لایه دویی ببینیم که اون راه حل لایه دویی رو داره آلکوین دیلی بیان میکنه با توجه به پارتنرشیپ های مختلف و بزرگی که پولیگان داره احتمال اینکه پولیگان باشه بیشتره نمیگه مثلا حتما پولیگانه میگه که توی این شرایطی که مثلا داریم میبینیم اپتیمیزم رو داریم میبینیم رو داریم میبینیم میگه شانس برد پولیگان بیشتر هست میگه با توجه به استقبالی که دنیای غرب داره از سولانا میکنه این دقیقا نقطه مخالف بچه صحبتیه که داریم راجع به ترون میکنیم که داریم ترون میگیم که دنیای غرب خیلی علاقه و توجهی به ترون نداره حالا داره این صحبت راجع به سولانا میکنه که میگه سولانا دنیای غرب خیلی بهش علاقه داره و بهش توجه داره و این احتمال داره که سولانا بیاد این کار رو انجام بده و ما بحث پایین بودن هزینه تراکنش ها رو که رو سولانا میبینیم اینجا اون اتفاق خوبه برای سولانا و کاربرد واقعی سولانا بیفته گفتم ترون توی اینستاگرام اگه دنبالم کرده باشید یک توییتی رو از جاسینسان با تو مشتراک گذاشتم که قرار هستش که گویا هزینه تراکنش های ترون رو پایین بیاره حتما اون مطلب رو نگاه کنید در موردش توضیح دادم اما اگر محتوا رو تا اینجا ممنون میشم که ویدیو رو لایک بفرمایید پنج تا کریپتو که میگه من میفروشم ورچوال بیکن نیست دلیلش هم اینه که میگه این پروژه پروژه بدی نیستن میگه به لحاظ فاندامنتال اصلا اینها پروژه بدی نیستن میگه اینها دو تا مشکل دارن یکی این که یا اوورولیو شدن خب یعنی مثلا از اون ارزشی که باید داشته باشن بیشتر حرکت کردن درسته یا اینه که آلترناتیو ها جایگزین های بهتری دارن که کمتر شناخته تر شدن و پتانسیل رشد بالایی رو دارن به نسبت مثلا این پروژه هایی که الان میخوایم اسمشون رو با هم ببینیم پروژه اول بایننس کوینه (BNB). بی میگه بعد از اتفاقاتی که برای بایننس و سیزی و اون داستان دادگاه و جریمه و هنوز هم داریم میبینیم که این دردسرها هستش و درگیری هست و هنوز برطرف نشده و اینها میگه بعد از این اتفاقات و اینها ما داریم میبینیم که بایننس داره مارکت شیر از دست میده داره سهم خودش رو از بازار از دست میده و دیگه توی این سیکل بایننس صرافی اول دنیا نمیتونه باشه نمی... میگه که نمیگم این میره مثلا از ده تای اول خارج میشه اما دیگه میگه صرافی اول دنیا نیست و این باعث میشه که آپساید خیلی بالایی دیگه بایننس نداشته باشه فارغ از این صحبت و این دادگاه و این اتفاقات هم بایننس با رو به روش پول هوشمند با هم بررسی کردیم هنوز این اتفاقات نیفتاده بود اونجا هم گفتم بایننس با خیلی آپساید بالایی نخواهد داشت میگه که توی بازار بچه دنیز سعودیه ویرچوال بیکن کاملا سعودیه و مطالبی هم گرایی میکنه سعودیه اما یک تئوری داره میگه من یک تیزه زی دارم که قبل از اینکه که بولران شروع بشه میگه یک ترس بزرگی توی بازار به وجود میاد مارکت یک کرش سنگینی میکنه که میگه اینجا بیت کوین کرش سیگنالز میگه که من اینجا سه ماه پیش در واقع صحبت کردم اگر دوست دارید که این ویدیو رو ترجمه بکنم و با هم بریم ببینیم که چه چیزی رو داره بیان میکنه حتما توی قسمت توضیحات بنویسید بایننس و ویدیو رو حتما لایک بکنید که مطمئن بشم که این محتوا رو دوست دارید با هم ترجمه کنیم و با هم ببینیم میگه اون دلیله میتونه بایننس باشه میگه یه اتفاق واسه بایننس میفته چاپو هم بچا خیلی رو بایننس و متیک شورت گرفته نمیدونم چرا چاپو حرفاش به مرور زمان یه دفعه درست از در میاد این رو هم این داره بیان میکنه واقعا به هم رفت دارن یا رفت ندارن خودم هم هنوز این ویدیو رو ندیدم احتمال داره که رفتی از اونجا بتونیم پیدا پروژه دومی که معرفی میکنه و میگه که میفروشمش پروژه کازموس هستش و میگه این پروژه مشکلی نداره توی ویدئوی پولکادات امروز هم صحبت کردم که زونهای هاب کازموس اتم واقعا پرقدرت‌تر از پروژه پولکادات هستند اما نکته که هست اقتصاد پروژه اتم ضعیفه برای اینکه از زون ها که دارن روش توسعه میدن و اون بحث ارتباط آی رو اینها رو برقرار میکنه هیچ فایده و هیچ سودی نه به لحاظ تراکنش نه به لحاظ توکن سوزی نه به لحاظ اسکارسیتی اتم هیچ چیزی رو برای اتم فراهم نمیکنه که همین امر میگه باعث میشه که اتم آپساید خیلی بالایی نداشته باشه میگه فاوندر پروژه هم الان اومده روی یک پروژه به اسم گنولند و اینجا الان بیشتر رو بحث همین آی و اینتراپرابیلیتی و اینها فوکس کرده و داره اینجا کار میکنه واسه میگه که این مجموعه این دلایل یه مقداری توکن اتم آلترناتیف های بهتری داره میگه حتی توش برید پروژه هایی که زون های مختلف اتم هستن شرایط خیلی بهتری رو دارن نسبت به خود توکن اتم دسته سومی که معرفی میکنه میگه که پروژه های اوورهایپ ایردراپ های سولانا هستند میگه چی میگه پروژه مثل پف که این رو قبلا رفتیم با جزئیاتش صحبت کردیم که گفتیم که چه شرایطی رو داره بررسی پروژه پس اقتصادی و بنیادی شو یعنی هم به لحاظ اقتصادی این رو دیدیم هم به لحاظ بنیادی که چه شرایطی رو داره و اونجا هم گفتم که شرایط تورمیش شرایط میزان ارزم به حضور شما کاربرد پروژه و اینها نشون میده که پروژه خیلی هایپ شده و اینجا هم ویچوال همین رو داره بیان میکنه پروژه بعدی که اشاره میکنه میگه خب بعد از این ایردراپ هایی که ما رو اکوسیستم چیز داشتیم سولانا داشتیم و الان سولانا رو حرکت داده میم کویناش اومدن و اینا دارن سولانا حرکت میکنه میگه این پروژه جیتو هم جز اونا بود که خیلی هایپ شده و خیلی الان نقطه خوبی برای نگاه کردن بهش نیستش و بهتره که بریم دنبال پروژه دیگه و اینها رو که دارم رو میفروشم پروژه بعدی هم پروژه جی -یو هست باز روی اکوسیستم سولانا و داره همین نکته رو در موردش بیان میکنه اکوسیستم بعدی که میگه شرایط فاندامنتال فوق خوبی داره توی دو دلار وارد شدم خیلی خوبه اما الان دیگه هایپ شده فایده نداره سلستیا با تیکر تیا هستش که میگه خیلی ها زیر ساخت این پروژه رو درک نمیکنن که چرا یک لایه یکی چه تفاوتی با باقی داره و این پروژه میگه الان هایپ شده هایپش به دوباره شرایط جذابی برای ورود میتونه پیدا بکنه و دسته پنجم که در موردشون صحبت میکنه میگه اینها هم خیلی کاربردی نیستن فایده ای ندارن اوورهایب شدن میگه توکن های بی ار 20 میم کوین های و رتس این دوتا رو بهشون این دوتا و این یکی ستا رو بهشون اشاره میکنه میگه که اینها هیچ کاربردی ندارن میگه خوب حرکت کردن اومدن بالا فقط یه میم کوینن روی بیت کوین یه هیچ فایده ای ندارن هیچ مصرفی الان براشون نمیبینیم پروژه اول که بهش اشاره میکنه اردی هست با تیکر او آر دی آی و پروژه دوم پروژه ست هست میگه این یه میم کوینیه که حالا داره رو اسم مثلا ساتوشی و اینها داره چیز میکنه مانور میده پروژه سوم که بهش اشاره میکنه یه رتس هست میگه پروژه رتز حتی وبسایت هم نداره اما خب هایپ زیادی شده رشد زیادی کرده تو یک ماه گذشته 392 درصد رشد کرده میگه این خیلی فایده نداره حواستون بهش باشه که خلاصه ممکنه اصلاحی پیش رو داشته باشه اما چون مطالبی که اینجا ارائه شد ترجمه شد و بیان شد هیچ کدوم توصیه اقتصادی نیست حواستون باشه هم تو ویدیوهای اصلی هم تو ویدیوهای خودم هم. همیشه این نکته رو هم بیان میکنند هم من هم باید تکرار بکنم بنجامین تحلیل بیت کوین داشت و بیت کوین دو سپکولیشن و مارکت رو میخواد ببینه اگر هنوز بنجامین طرفدار داره و دوست دارید که تحلیل های بنجامین رو باز هم داشته باشیم حتما تو قسمت توضیحات بنویسید بنجامین که ویدیو رو هم این رو هم ترجمه بکنم اما نگاه بکنیم به تحلیل بیت کوین حرکت خاصی نداشته شب کریسمس هست و انتظاراتی که حالا دن توی مارکت داره رو با هم میریم میبینیم و نکاتی که بیان میکنه نکته اولی که بیان میکنه اینه که مارکت هیچ حرکتی نداشته همون که بودیم هستیم و دلیلش هم اینه که خواب کریسمسه و الان 25 دسامبر امروز 24 م شب کریسمس هست فردا در کریسمس هست و الان میگه خانواده ها دور هم جمعن و اینها برای همین مارکت حرکت خیلی خاصی رو نخواهد داشت اما میگه نکته ای که به لحاظ نقدینگی اینجا داریم میبینیم اینه که میزان پوزیشن های شورت و پوزیشن های در واقع شورت و لانگ توی بازار نقدینگی رو دو طرف کامل داریم می‌بینیم و این نشون میده که تعداد آدم هایی که فکر میکنن بیت کوین دیگه اینجا اصلاح بکنه و تعداد آدم هایی که فکر میکنن نه هنوز باید بره بالاتر به یک تعادلی رسیده که همین امر می‌تونه باعث بشه که ما یک اسکویزی توی مارکت به زودی داشته باشیم مارکت یک حرکتی رو داشته باشه حالا الان میریم با هم نگاه میکنیم چه سناریویی میگه این اتفاق می‌تونه بیفته یعنی چی یعنی که مارکت بیاد بریزه این نقدینگی این پایین رو جمع بکنه و بعد حرکت رو به بالا داشته باشه که اه... کجا بود اینجا که روی این چارت نگاه بکنیم یعنی همینطور این میریزه این نقدینگی رو از اینجا جمع میکنه و بعد میاد بالا که این نقدینگی رو اینجا بگیره که میگه که میاد به دو طرف مارکت رو در واقع هر دو تا حرکت مارکت رو اسکویز انجام میده میگه به لحاظ زمانی ما ده روز دیگه داریم تا اینکه بیت کوین ETF بیاد پس ها. این صحبت هایی که داریم میکنیم راجع به ETF بیت کوین تا ده روز دیگه هستش میگه توی این ده روز میتواند خلاصه مارکت حرکت رو به بالا بر رو داشته باشه واسه اینه که میگه نهایتا یک حرکت رو به پایین بزنه نقدینگی رو جمع بکنه و بعد ادامه بده برای حرکت رو به بالاش و دلیلی هم که حالا داره بیان میکنه و توی ویدیو صبح هم بهش اشاره کردیم دیروز هم در موردش صحبت کردیم این هستش که بلک راک میخواد 10 میلیون دلار بیت کوین در سه ژانویه بخره برای سید کریشن برای اون در واقع پول اولیه ای که توی این ETFشون ای نیاز دارن و نیاز دارن که این بیت کوین رو بخرن دیروز صحبت کردیم که بیت کوین هایی که حالا قرار هستش انجام این خریده رو انجام بدن باید به شکل نقد باشه نه باید به شکل بیت کوین باشه در واقع این آی که میخوان داشته باشن نمیتونن بیت کوین بیارن نشون بدن و باید بیان پول نقد نشون بدن و اون پول نقد رو بردارن برن تو بازار بیت کوین بخرن که میگه که به همین دلیل مارکت حرکت رو به بالای بیشتری رو خواهد داشت اما دو تا ویدیو داشتیم از صبح در مورد توییتر و نگاه کردیم به ترند بعدی بازار رمزارزها و پولکادات رو بررسی کردیم که چه شرایطی رو میتونه به لحاظ گذاری داشته باشه در مورد وضعیت کیف پول‌های هزار بیت کوینی نگاه بکنیم فروشنده بودن البته تعداد خیلی کم یه دونه از تعدادشون کمتر شده کیف پولهای های صد بیت کوینی حالا یه مقدار بیشتر شده به تعدادشون این رو میتونیم شاهدش باشیم در مورد وضعیت شاخص ترس و تمام در منطقه طمع هستیم و عدد 71 رو داره به ما نشون میده ممنون از اینکه تو این ویدیو با من همراه بودید امیدوارم مطالب براتون مفید بوده باشه سعی کردم با هم یک نگاهی به کلیت محتوا در مدیای انگلیسی زبان در شب کریسمس با هم داشته باشیم و ببینیم که در چه موردی با اینها صحبت میکردن تا یک ویدیوی دیگه شما رو خداوند بزرگ میسپارم